آریا جان سلام. درود آرمین جان، خوب هستی؟ اول از همه آیا صدای من میاد؟ بله صدات میاد، صدات یه ذره کمه، میکروفونت هم یه مقدار خشخش داره، ولی اگه بتونی دست نظری به میکروفونت عالی میشه. آها الان امیدوارم بهتر شده باشه. عالی شد. آها خیلی هم خوب. من سه تا انتقاد داشتم ازت درباره سه تا موضوع مختلف. حالا نمیدونم موضوعات رو یکی یکی بگم یا همه رو با هم بگم. هر کدوم که به نظرت سریع تره، چون ما الان میلاد و سام و آرماتا و مبین منتظرن، برای همین من نمیدونم اصلا به همه‌ش میتونیم برسیم یا نه. برای همین اگه بتونی سریع ببین، سریع سه تاشو بگو. من اینجا میگم من مرغ مطلبی همیشه صحبت میکنم، اینجوری نیستم که روده درازی کنم و اینا. عالی. خب اول از همه درباره زبان میخواستم صحبت کنم، زبان و ادبیات فارسی که با کلمات مذهبی قاطی شده. و من دقت کردم که چندین بار مثلا تو از واژه‌های مذهبی استفاده می‌کنی داخل صحبت هات، و مثلا وقتی هم مثلا دیگران بهت میگن چیز نمی کنی، یعنی عوضش نمی کنی، یعنی بیشترش هم میکنم اتفاقا. آره دقیقا، مثلا بیشترش هم میکنی. این از دید من یه حالت لجبازی داره، و مثلا برای یه کانالی که مثلا انتظارش اینه از یه نفر که مثلا مذهبیه، که مثلا مذهبش رو بخواد کنار بذاری، مذهبی که براش اینقدر مهمه، ولی مثلا خود اون شخص لغاتش رو مثلا عوض نمی کن، صرفا از روی این که مثلا دیگری، یعنی منظورم اینه که این یک حالتی میشه مثل دقیقا این که مثلا نه من این کار میخوام بکنم، خب تو هم حالا هرچی بگی برام مهم نیست. و این باعث میشه که یه جور آموزش بد داشته باشه برای کسایی که مثلا شما داری سعی میکنی که اونا رو از لحاظ فکری آگاه کنی و بگی که وقتی آدم یه چیزی رو غلط میدونه باید عوضش کنه، و این تضاد داره به نظر من. این شماره یک. شماره دو. شماره دو درباره انتقاد از آقای سام رجبی میخواستم. میکروفونتو مراقب باش. باشه. بگو. من سعی میکنم تکون نخورم که این خشخش نکنه، چون یه مقدار فیشش مشکل داره. درباره انتقاد از سام رجبی میخواستم صحبت کنم، و اون این که به نظر من مثلا ما توی شرایطی که هستیم و توی وضع افتضاحی که به سر میبریم و جمهوری اسلامی از همه سیاست‌ها استفاده میکنه که بخواد پابرجا بمونه و از هیچی دریغ نمیکنه، لحظه که آدم مثلا برای یه داد زدن ساده بخواد 2 ساعت 4 ساعت جواب پس بده، این باعث نمیشه که مثلا فرض کن بتونه هیچ حرکتی به جایی برسه، به خاطری که مثلا میگم مثلا عصبانی بودن شاید مثلا به نظر چیز بدی بیاد، ولی در حرکت‌های انقلابی عصبانی بودن این چیزا یه چیز طبیعیه و باید روال خودش رو طی کنه، و اگه نکنه اصلا به جایی نمیرسه. یعنی مثلا فرض کن 1% از مردم بخوان مقابل یه جماعت خیلی بزرگ بجنگن و 99% دائم بهشون بگن آروم باش، چی نگو، نمیدونم این کارو نکن، اون کارو نکن، این خیلی بده. بخاطر من خودم یه خاطره دارم از این موضوع، و اونم سال 88 بود که ما توی تظاهرات که بودیم. اگه میشه سریع بگو که بعد بریم سراغ سوال. آره دقیقا سریع میگم. تظاهرات که بودیم مثلا اون به اصطلاح لباس شخصی و اون چیزا که با تمام قوا میزدن و تماما مثلا اصلا پیاده روهای مثلا شهر شیراز ملا صدر اصلا غرق خون بود، یعنی خونا رو میدیدی لکه لکه رو زمین این ور اون ور مثلا میزدن و اصلا میکشتن طرفو. من توی تظاهرات بودم و یه لحظه دیدم که اینا دارن حمله میکنن، یکی از پسرها قدش هم بلند بود یه آجر خیلی بزرگ برداشت که به سمت اینا پرتاب بکنه، و همه به سمتش پریدن که این چه کاریه که میخوای بکنی، خطرناکه فلان بیسار. خب اونا اکثر اون افراد، منم اون لحظه ترسیدم که مثلا فرض کن خب این کاری که داری میکنی باعث میشه که اونا اگرم قصد کشت نداشته باشن دیگه الان قصد کشت پیدا میکنن برای ماها، ولی بعدا متوجه شدم که این فکر من از روی ترس بوده، و به هر صورت کسی که اونجا اومده با جون خودش ریسک کرده و به هر صورت اونا کار خودشون رو میکنن، و وقتی مردم قدرت بیشتری در مقابل اون چماقدارا به خرج بدن، این باعث میشه که اونا به اتفاقا بیشتر بترسن و نتونن به کار خودشون برسن. اینم انتقاد دومم بود. و انتقاد سومم هم درباره امید دانا بود که به نظر من مثلا اینجور آدما
توی انگلیسی یه مثال هست که بهش میگه میگن don't feed the trolls، یعنی کسایی که ترول هستن رو تغذیه نکنید. مثلا یه سری از آدما هستن تو جامعه ترول، نقش ترول رو بازی میکنن، حتی از طرف جمهوری اسلامی هم ممکنه ساپورت بشن که این نقششون انجام بدن. اینا انرژی رو هدر میدن و کاری که اینا میکنن این که وقتی که مثلا آدم خیلی به اینا ارزش بده، من موافق این هستم که مثلا آدم مثلا خیلی کوتاه دربارشون مثلا یه نشون بده که اینا هم هستن، ولی وقتی که اینا به اینا بیش از حد ارزش بدیم، اینا اعتماد به نفسشون بیشتر میشه و به نظر من فعالیتشون حتی بیشتر هم میشه، به خاطر که بیننده هاشون که بیشتر میشه مثلا توی یوتیوب پول بیشتری به دست میارن و این پول بیشتری هم که به دست میارن دائم همین فعالیتاشون ادامه میدن. من موافق اینم هست، میگم من مخالف این نیستم که مثلا آدم در مقایسه مثلا مقابل امید دانا صحبت کنه. اگه قرار باشه آدم در مقابل امید دانا صحبت نکنه، در باره کی صحبت کنه؟ بره به قولن از روشنفکرها انتقاد بکنه؟ نه، ولی به عنوان یه ترول آدم باید با اینا رفتار کنه، نه به عنوان یه شخص جدی که آدم بشینه مثلا ساعت ها حرفاشونو گوش بده و ساعت ها هم بخواد انتقاد کنه. این نظر منه درباره این موضوع. آی نظر مراقب میکروفونت باش. داری ببخش. خب جواب بدم؟ بله بفهم. اولا من بگم که ممنون از انتقاداتت، ممنون. هم یعنی خیلی خیلی هم خیلی محترمانه بود، هم با دلیل بود، و من یه هفته است که اصلا اینجوری خیلی کم دیدم، اکثرش همش فقط فوش و بد و بیرا و فقط گفتن نظره بدون دلیل و این. البته با دلیلات موافق نیستم، ولی این خیلی خوب بود که یعنی بالاخره بشه یه بحثی بشه اینجا. خب خواهش میکنم. آره منم معتقدم به این که آدم باید همیشه یه جوری صحبت کنه که قابل جواب دادن باشه. ممنون. خب درباره اولیش که گفتین که درباره لغت‌های دینی استفاده نکردم و اینکه من دارم لجبازی میکنم، ببینین خب من وقتی که یک لجبازی رو سر چیزایی که یه نظری دارم که نظرم فکر میکنم درسته و کسی نتونسته منو قانع بکنه که چنان نظرم اشتباهه، خب من لجبازی رو وقتی میذارم کنار که یک کسی بیاد درست قانعم بکنه. خب یعنی من برای چی بیام نظرم، یعنی وقت مردم میام میگه که آرمین لغتای مثلا مذهبی استفاده نکن، و من میام توضیح میدم که چرا اشکال نداره که استفاده بکنم، و اینا نمیان دلیل بدن که خب چرا اشکال داره که استفاده بکنی. خب یعنی دلیل خوبی به من داده نشده. من بیام چون یعنی شما میگن که داری لجبازی میکنی برای اینکه بهت گفتن نکن، بعد تو داری ادامه میدی. خب مگه من هر چیزی که لجبازی نکردن یعنی اینکه هر چیزی که بدون دلیل خوبم حتی اگه به من بگن من باید عوض کنم؟ خب من اتفاقا وقتی یک کسی فقط بر اساس تعصب، ببین من حساسیت زدایی یکی از فعالیتام حساسیت زداییه، خب و فعالیت علیه تعصب و این چیزا، وقتی که من میام میبینم که مردم میدونن که من اعتقاد اسلامی ندارم، میدونن که به خدا اعتقاد ندارم، من مثلا میگم خداحافظ، میگن ای چرا میگی خداحافظ، خب تو که به خدا اعتقاد نداری؟ من میگم خب تو میدونی منظورم از خداحافظ چیه؟ میدونی که به خدا اعتقاد ندارم؟ خب بعد میگن آرمین نگو سلام، بگو درود. میگم خب چرا نگم سلام؟ خب دلیل خوبی نمیارم. مثلا بعضیاشون به خاطر نژاد ستیزی شونه، بعضیاشون به خاطر تعصبشونه، بعضیاشون به خاطر احساساتیه. خب یعنی بخواد دلیل من اگه یه کسی یه دلیل خوبی به من داد، من آره سری وقتی یه چیزی دلیل خوبی به من نمیده من آره لجبازی میکنم، برای اینکه من ولی به محضی که یه دلیل خوب به محضی که یه کسی دلیل خوب به من داد که بر اساس تعصب و احساسات و اینا نبود، من لجبازی رو من اصلا من از خود بذار درست اینجوری هم بگم از خدامه که تغییر نظر بدم، چون من خیلی افتخار میکنم. من بعضی موقع ها یعنی نگران میشم که کسی نتونسته نظر من از یه چیزی عوض کنه، چون من هر موقع یه کسی نظر من عوض کنه من اصلا میام افتخار میکنم، به رخ همه میکشم که ببینید چه جوری نظرم عوض کردم. یعنی من همیشه دنبال فرصت اتفاقا میگردم که بتونم هم به خودم نشون بدم که نظر عوض میکنم، هم به بقیه نشون بدم که چقدر نظر عوض کردن چقدر باحاله. خب اگه که من به یه دلایل خوب بدم چطور درباره این موضوع؟ دلیل خوب به شرطی که میکروفون تمام قشقش نکنه، ولی خب بگو یه دلیل خوب بده. مثلا دلیل خوب مثلا مهمترینش اینه که خب این اشتباه دیگه، یعنی دروغ بودنش خود دلیل خوبشه.
که این کلمات دروغ هستن، این کلمات ضرر بخش هستن، داخل هم دروغ هستن هم غلط هستن و هم ضرر میدن به جامعه، به خاطر که مذهبی ها کلن لغات فارسی رو با کلمات مذهبی با هم دیگه قاطی کردن و این باعث شده که کل جامعه به سمت مذهبی بودن بیشتر رسیده. و این خب اصلا اول از همه خب ما به حقیقت باید ارزش بدیم و این غلط بودن. یه سوال آریا جان خب تو فکر میکنی که توی آمریکا خب پنجشنبه به انگلیسی چی میشه؟ پنجشنبه به انگلیسی چی میشه میدونی؟ آریا هستی؟ آریا صدات قطع شد. آریا صدات نیست، میکروفونت قطع. هل میتو آن میت بکنیم ولی صدات نمیاد. صداش فقط برای من قطع شده یا برای شما هم قطع شده؟ ای چه حیف، چه نقدای خوبی داشتیم. آریا چه حیف آریا. میکروفون دیگه صدا نمیاد، حیف شد. قطع، نگارم میگه قطع. خب من این سوال رو ازش میکنم، خب اگه تونست درست بکنه سعی کن درست بکنه که بیاد، چون من میخوام. اوخ رفتش، دیوایس نات کانکتد. خیلی بذاری من جواب رو میدم، من جواب هر سه تا نقدش رو همین الان میدم. خب ببینید، پنج شنبه به انگلیسی میشه چی؟ میشه Thursday، درسته؟ Thursday یعنی چی؟ Thursday یعنی Thor's Day، یعنی روز خدای Thor. خب خدای وایکینگا، خدای رعد و برق. خب شما آیا فکر میکنین این داره برای بد جامعه؟ یعنی ما باید مثلا، شما اگه یک بی خدا بودین توی آمریکا یا توی انگلستان یا توی استرالیا، میگی که نگو اه چرا میگی Thursday؟ مگه تو به خدای Thor اعتقاد داری؟ اصلا اسم همه کره ها اسم همه کره ها به اسم خدای، بر اسم خدایان یونانیان و رومیا هست. اینا رو باید عوض کنیم؟ اینا رو ما باید عوض کنیم؟ آریا اومد. اصلا یه چیز دیگه بگم، ما شاهنامه رو اصلا باید بذاریم کنار. مگه شما به دیو، آریا تو اصلا به دیو اعتقاد داری؟ آریا ما شاهنامه که اینقدر دیو و این چیزا توش داره، خب اینا که واقعیت ندارن که. آریا جان باید اینا بذاریم. ببخشید الان صدا من هست؟ آره هست، بگو. نگاه کن فرق داره، یعنی معضل جامعه ما با آمریکا خیلی فرق داره، به خاطر که آمریکا از یه سری از خطها رد شده و شاهنامه رو گفتم، مشکلی نداره. شاهنامه رو گفتم، شاهنامه دیو و اینا توشته. ببین من موضوع، ببین اصل بحث من اینه که ما داریم اصل مطلب رو میذاریم کنار، میریم سر چیزایی که مثلا از لحاظ ظاهری برامون مهمه. میدونی نظرم چیه؟ خب ببین، یه کسی مشکل دین اعتقاد به خرافاته. خب شما اگه از یه کلمه های استفاده بکنین و به اون خرافات اعتقاد نداشته باشین، اون زهر دین و اون چیزی که دین باعث هزینه دین هست و ببین، من اگه بگم خداحافظ ولی به خدا اعتقاد نداشته باشم، فقط گفتن خدا که هزینه نداره برای جامعه. خب من بگم خداحافظ، مشکل اعتقاد به خداست، نه گفتن خدا. نه نگاه کن، من متوجه هستم چی میگی، ولی موضوع اینه که مثلا فرض کن وقتی ادبیات زبانی، فقط مشکلی نیست که مثلا یه عده میفهمن یا یه عده نمیفهمن، ولی مثلا همین ادبیات هست که مثلا بچه ها رو از یه سن پایین مغشویی میکنه و مورد سوء استفاده خیلی از مذهبی ها قرار میگه. مثلا وقتی یه بچه میگه خود یعنی چی، مثلا مام باباش میگه یعنی خدایی وجود داره که تو حافظ توه، ولی وقت یعنی این چیزیه که داره مورد سوء استفاده شدید قرار میگه. کی همچی فکر میکنه؟ من یه عمر تو ایران زندگی کردم، من هیچ وقت اصلا فکر خدا رو نمیکردم وقتی میگفتم خداحافظ. نه مثلا برای اگه... بچه ها میگم، مثلا برای بچه های کوچیکی میگم. من بچه بودم تو ایران، من اصلا فکر کی اصلا فکر ما وقتی خداحافظ خداحافظ فلانی تو فکر... یا ای اصلا کسی فکر میکنه داره میگه خدا حافظ شما؟ نه، هر وقت فکر میکنه یعنی بای بای. خب هر وقتی میگه خداحافظ اصلا کسی فکر خدا رو نمیکنه.
من وقتی میگم سلام تو فکر میکنی دارم مثلا میگم سلام برش، یعنی چی میگم؟ یعنی فکر میکنم این عربی، اصلا فکر عربی بودنش به کسی نمیکنه. اصلا من سلام برام مهمتره، برای اینکه این ضد عربی بودنش خیلی نژاد ستیزیه. خب یعنی من اتفاقا من یه کلمه های شما اگه میخواین مثلا ضد اسلامی بودن تون این فرهنگ عربی رو مثلا بذارین کنار، این باعث میشه که مثلا نفهمین که اصلا ذره هزینه دین چیه. خب ما اتفاقا کارهایی که میخوایم رواج بدیم اینه که نشون بدیم که ما اصلا با عرب زبان ها و کسایی که عربی هستن اتفاقا فعالیتمون یکیه. خب یعنی خیلی ها میان مثلا میگن که اسلام رو با عربی بودن انقدر یکی کردن خب که ضد اسلام بودنشون شده، کردتشون یعنی ذهنشون رو کرده اصلا ضد عرب. خب ما داریم برای ما تو این جنگی که الان ما توش هستیم برای فقط ایران که نیست، این برای جهانه. و مثلا سکولاریستای مثلا عرب زبان یا بی خدایان عرب زبان اینا توی جبهه ما هستن. خب اتفاقا برای همین من خیلی دوست دارم میشه کلمه عربی بیشتر استفاده بکنم که اینقدر حساسیت ما به کلمه عربی اینقدر زیاد نشه. نگاه خب؟ کن من چند تا نقد کوچیک دارم درباره همین موضوع، که یعنی چند تا جواب خوب دارم دربارهش. اول از همه اینه که وقتی که مثلا فرض کن یک آتئیست ادبیاتش با یک مذهبی فرق داشته باشه، این خودش یه تبلیغی هست برای آتئیسم در کل اون کشور. یعنی دیگران توجه میکنن که چرا فلانی داره یه جور دیگه صحبت میکنه، چرا مثلا از کلمه خدا استفاده نمیکنه. این خودش دیگران رو به فکر وامیداره که این کلمه شاید برای این شخص کاملا غلط باشه، به خاطر که ما کسایی هستیم که تو جعبه هستیم، یعنی کسی ماها رو نمیبینه و هیچ رسانه‌ای این چیزا هم نداریم. بهترین چیزی که داریم همون کلماتی که ما استفاده میکنیم. ببین آریا جان، تو طول تاریخ جامعه اونجوری روش نکرده که بیان به جای اینکه مبارزه با یک سری افکاری بکنن بیان اون کلماتی که سیمبل یک سری عقایده رو استفاده کنن. ببین مثلا شما عصر روشنفکری یا همه انقلاب تو جهان رو نگاه بکنید، به خاطر این بوده که یک سری عقاید اومدن باهاش مبارزه کردن، نه اینکه بیان بگن ما از این کلمه استفاده کنیم به جای اون کلمه، به خاطر اینکه این کلمه با اینکه ما بهش اعتقاد نداریم سیمبل یک سری عقایده. یعنی این کار به جای نرسید. حساسیت به اینا اتفاقا فکر کنم فوکس ما رو از چیزی که مهمتره داره جدا میکنه. خب اینا مثلا زیربناشونه دیگه، یعنی زیربنای یه چیزی که بعدن پشتش بیاد چیز مهمتری بیاد. ببین من مثلا مثلا تو این چیز میگی مثلا ما ایران با کشور دیگه فرق داره، اتفاقا این چیز خیلی شبیه هم هست. کلی آتئیست های مثلا تو کشور غربی میگن که مثلا آتئیست ها نباید کریسمس بذارن، خب نباید کریسمس رو مثلا جشن بگیرن، برای اینکه شما دارین مسیحیت رو رواج میدین. اتفاقا به نظر من این مسیحیت رو ضعیف‌تر میکنه وقتی که کریسمس رو ازش مثلا ما بدزدیم. خب من اتفاقا فکر میکنم یه جامعه ایران به یه جایی برسه که اصلا از اسلام بتونه همینجوری بیشتر جدا بشه، اتفاقا یک روش مبارزه با اسلام اینه که اون چیزایی هم که حتی فرهنگ اسلامی رو ازش بدوزیم بدون اعتقاد به اسلام. خب یعنی استفاده کنیم بدون اعتقاد به اسلام، یعنی دین از این کلمات و از این مثلا آداب و رسوم بتونه اصلا کاملا جدا شه. یعنی لازم چیه مثلا نگاه کن، منظور من از تفاوت با آمریکا خود ایران و آمریکا. آره من جواب دو تا چیز دیگه هم بدم، من که خیلی مثلا منتظرن اینجا. درباره سلام، درباره اون سلام من جواب کوتاه بدم. بگو سریع برای اینکه خیلی منتظرن. درسته. نگاه کن سلام مثلا یه چیزیه مثل هویت، بحث سر هویت عربیه یا مثلا عربستانیه و هویت ایرانی. وقتی مثلا ما که داخل خارج زندگی میکنیم از کلمه سلام استفاده میکنه، خیلی ما رو با هویت عربی میشناسن و مثل اینه که مثلا یه نفر تو رو با اسم خانم صدا کنه به جای که تو رو با اسم آقا صدا کنه، دقیقا هیچ فرقی نداره. اتفاقا مثال خیلی خوبی هم هست. خب من اگه مثلا یه تلفن یه جا زدم یه نفر بگه خانم صبر کن، من اگه نباید بهم بر بخوره. نه به منم بر نمیخوره، ولی به هر صورت اون هویت فرق داره. یعنی من خب داره که داره اشتباه. ببین اگه میخوای ببین مثلا توی کانادا و اینا مثلا یه ایرانی رو برو نگاه کن، یه کسی بهشون مثلا فکر تصور کنه که مثلا شما میگه از کجایی، میگه ایرانی هم، میگه آها پس شما عربین، یا بهشون بر میخوره. یعنی جدا از اینه که مثلا بگه خب این نه این من فقط میخوام اشتباه میکنم
اونا خب اشتباه میکنن درسته، ولی این بر اساس تعصبه. خب یعنی فقط به خاطر درست کردن عقایدشون نیست. یعنی اگه یه نفر میگفتش که ای تو چقدر قیافت مثلا اسپانیاییه، اتفاقا تازه کلی هم خوشحالم میشدن. خب مثلا من نگاه کن، مثلا من خودم سلامو به کار نمیبرم، ولی بر اساس تعصبم نیست که مثلا فرض کن من با نژاد عرب ها هیچ مشکلی داشته باشم، بلکه فقط این اینه که مثلا من ایرانی بودنم خودمو دارم چیز میکنم و مثلا توی همه کلمات دیگه هم دقیقم تقریبا میدونی. خب باشه آریا جان، من سر این دو تا چیز دیگه هم بگم، برای اینکه واقعا دیگه من این خیلی ظلم شد به حق کسای دیگه اینجا بودن. در برای سام رجبی گفتی که چی گفتی؟ بذارم چی گفتی؟ آها ما یه کاری کرده باید کلی جواب پس بده. ببین ما بیشتر وقتی که گذاشتیم واکنش به کسایی بود که میگفتن اصلا ما این نقد رو نباید بکنیم. خب یعنی ما، یعنی شما اصلا بیخود کردی اصلا درباره این حرف زدی. اتفاقا این خیلی مهم، یعنی چیزی رو که ما خیلی دربارش داشتیم بررسی کردیم ماوراء فقط کار سام بود. یعنی یک ارتشی که اصلا انگار ما به تمام عقایدشون اهانت کردیم، به دینشون اصلا انگار پیغمبرشون اومدیم فوش دادیم. یعنی یک مشکل خیلی ماورای این بود که مثلا فقط سام بیاد مثلا اونان یک کاری کوچیکی بکنه که ما بیام نقد کوچیکی بکنیم. یعنی این یه ضعف خیلی بزرگ حرکت براندازاست که اینو دارن میکنن یک مثلا یک گروه یک دست همفکری که اصلا نمیتونن، هر کسی باید یک تفکر ارتودکس رو قبول بکنه، از اینم بیای بیرون باید مثل یک مرتد باید رفتار بشه. این فقط خیلی این مشکل خیلی بزرگتر از اینیه که مثلا حالا سام اونجا یک کار درست کرده یک کار غلطی کرده. اتفاقا به خاطر این یه چیز خیلی مهمه. متوجه هستم چه میگی، ولی مثلا تو باید یه چیز دیگه بگم. نه مبزن این تموم کنم. و یه جوری گفتی انگار من نقد کردم از عصبانی بودن سام. اصلا مگه میشه آدم عصبانی نباشه توی این موقع؟ من نگفتم که عصبانی نباشین. تو اصلا دیدی من چقدر عصبانی میشم توی همین برنامه زنده ما؟ چند بار مگه من عصبانی شدم؟ حالا من توی خونه راحت نشستم توی محیط با کولر و با آب و همه چی، انقدر آرامش دور و برم هست، من اینجا عصبانی میشم. تو اونجا جلوی کسایی که دارن میرن مثلا یه جمهوری اسلامی رو میخوان تایید بکنن اونجا عصبانی نشه. خب عصبانی معلومه که همینه. ببین من نه، خب ببین گوش نمیکنی، برای اینکه من نقدم این نبود که عصبانی نشین. مگه من کی گفتم مثلا من گفتم عصبانی نشین؟ من اصلا نقدم این نبود. خب من نقدم اینه که مثلا از عصبانی هم که میشین عصبانی بشین، عصبانیتون هم نشون بدین. من نقدم این بود که عقایدتون رو به کسی تحمیل نکنید، دنبال کسی نرید، این یه خط قرمز اذیت و آزار، مراقب باشین از خط اذیت و آزار رد نشین. خب مگر عصبانی شدن که اتفاقا کاملا به حق و اتفاقا عصبانی نشدن خیلی عجیب غریبه توی همچی شرایطی. خب یه چیز دیگه من مگم، ببین وقتی که میاسن ما، وقتی که مثلا میگی ما مثلا جمهوری اسلامی انقدر بده، ما داریم درباره اینکه اینو چجوری بگیم و چجوری رفتار بکنیم درباره اینا داریم وقتمون رو تلف میکنیم. ببین شما ببین تمام انقلابای موفق تاریخ رو نگاه بکنید. خب تمام رهبران انقلابشون و تمام فعالیت سیاسیشون رو نگاه بکنید، با اینکه دشمنشون به شدت ظالم بوده کلی اومدن بحث کردن با هم دیگه که چی رو چه جوری بگن، چه استراتژی استفاده کنن، تو جزئیات کلی رو هم با هم فلسفه بازی کردن، نشستن تو برین نوتای موقعی جلسه‌ای که گذاشتم مثلا که مثلا مارتین لوتر اینو بگه توی این یا اونو بگه این چه تأثیر داره. فکر کن تو اون شرایط مثلا همه این کسای یا مثلا نلسون مندلا یا مثلا همه هر مشون، خب شما اصلا فکر کنید مثلا تو اون شرایطی که دارن تعیین میکنن که استراتژی چیه، آیا کسی بیاد بگه حالا تو چی بگی توی این بیانیت کی مهم نیست، این مثلا اینا این کسایی که ما داریم باهاشون میجنگیم انقدر ظالمن که تو هر چی میتونی بگی هر کاری بکنی خوبه. ولی اسلام فرق داره. نه ببین اسلام فرق داره. ببین این مغلطه چیزه، این همه خب اسلام فرق داره. ببین من دارم از تمام انقلابای تو طول تاریخ، یعنی ببین تو میگی اسلام فرق داره، یعنی هیچ نوانسی لازم نداره برای مبارزه با اسلام، یعنی انقدر فرق داره که ما هر استراتژی استفاده بکنیم همش به یک شکل مفید کاربرد داره. یعنی چی فرق داره؟ خب معلومه که فرق داره. مگه من گفتم مبارزه مثلا با اسلام دقیقاً این همون مبارزه با وضعیت توی آفریقای جنوبی بوده؟ خب معلومه که فرق داره، ولی من موضوع بحثم چیزیش که شباهت داره اینه که وقتی توی استراتژی مبارزه با یک شهر، خب
این جزئیات مهمه. تو فکر می‌کنی هر اتفاقا هر چی شر بزرگتر باشه جزئیات اصلا مهم‌تر هم میشه؟ نه مثلا خب؟ منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا ما این همه کشور در دنیا داریم، کشورهای اسلامی هستن و هیچ کدومشون موفق نشدن که از اون اسلامی بودن بیان بیرون، به خاطر اینکه واقعا اسلام چیز خیلی خیلی قویه و مردم تو با یه سری آدمی که منطقی باشن مثلا میتونی بحث کنی، ولی تو نه. در مقابل منطق قرار نداری داخل موضوع بس مبی. من این جواب این سوالو توی بس توی گفتگوی قبلی دادم، ولی بزرگتر بودن شر باعث این نمیشه که جزئیات مطرح نباشه. اتفاقا هر چی شر بزرگتر بشه، این که از کار یک جزئیات روش یعنی جزئیات اتفاقا مهمتر میشه. خب برای اینکه باید خیلی استراتژیت قوی باشه، هر کوچکترین جزئیات مهم میشه. خب یعنی اینکه بگن او نگاه کن این قشره، پس ما همه چی رو بندازیم طرفش، خب این کاربرد نداره. باید اتفاقا تمرکز بکنیم، باید بررسی کنیم که چی کاربرد. حالا من نمیگم حرف من درسته ها، خب ممکنه روش من کاربرد کمتری داره، روش فلانی کاربرد بهتری داره، خب ولی مثلا روش من با روش این یه اختلافش خیلی جزئیه. خب ولی چون این یه شهر خیلی بزرگیه، این که مثلا روش فلانی از من کاربردش بیشتره، این خیلی با اینکه جزئیاته اتفاقا چیز مهمی میشه، برای اینکه ما باید خیلی دقت کنیم که چه چیزی از همه چی تاثیرش بیشتره. خب یعنی حرف من اینه که یه کوه رو نمیشه با یه بیل جا به جا کرد، احتیاج داری به بولدزر. خب من مگه من خیلی کوچیکی بدی مثل اون بیله میمونه. نه ببین، یه چیز کوچیک ممکنه تو موتور بولدوزرت بندازه پایین، خراب کنه. خب یعنی درسته، منم قبول دارم یه بولدوزر لازم داری، خب ولی من ممکنه میخوام مراقب باشم این بولدوزرم روغنش رو عوض کردی یا نه. خب تو میگه این جزئیات کمیه، نه برای بولدوزر روغنش رو باید مراقب باشی عوض کرده باشی. خب این مهمه. خب من نمیگم یه چیز، من نمیگم برین جمهوری اسلامی رو قلقلک بدین که شاید برتش. خب نمیگم یک ملایم با یک پر اینجوری قلقلکش بدین بره، نه باید با بولدوزر بزنیمش، ولی این بولدوزر رو باید رو جزئیات تکیه کردن به معنی این نیست که یک نیروی قوی ما لازم نداریم علیه جمهوری اسلامی. اینا تناقض نداره به نظر من. درسته. حالا من بعداً بیشتر با صحبت میکنم چون فکر کنم الان وقت کمه. باشه باشه. خیر، من دیگه نقد سومتو میذارم یه موقع دیگه برای اینکه بریم سراغ کسایی. باشه، موفق باشی عزیز، قربانت. فعلا ممنون. فعلا.